درود به همه شما ورزشتوبی های عزیز و دوست داشتنی. امروز 40مین روز قتل حکومتی جاویدنام محسن شکاری اولین معترض اعدامی به دست سید علی خامنه ای بود. امروز همه ایران برای محسن شکاری این پیام رو فرستادن که برادرم راهت ادامه دارد. محسن جان امروز 40مین تو یه خیابون رو بستی خیلی زود ما مردم تمام ایران رو برات می‌بندیم. برادرم راهت ادامه داره. 27 دی تهران اتوبان همت. مطمئنم که توی همه کتاب‌های تاریخی اسم جاویدنام محسن شکاری به عنوان اولین اعدامی یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ ثبت خواهد شد. کافیه فقط 5% از مردم ایران شجاعت محسن رو برای گرفتن حقشون داشته باشن تا توی کمتر از یک روز ایرانمون آزاد بشه. اما یکی از مهمترین خبرهایی که امروز به دستم رسیده تلاش ناکام تروریستای سپاه برای ترور مولوی عبدالرشید شهبخش امام جمعه اهل سنت زابل، اونم با هدف ترسوندن مولوی عبدالحمید بوده. دیشب و در حالی که مولوی عبدالرشید در مسیر بازگشت به منزلش بوده توسط چند موتور سوار مسلح هدف سوء قصد قرار گرفته، ولی با واکنش به موقع محافظینش این حمله دفع شده و به مولوی عبدالرشید آسیبی نرسیده. البته به نظر میرسه سپاه بیشتر با این کار میخواسته مولوی های اهل سنت رو بترسونه و بهشون اخطار بده، چون این موتور سوارا با چاقو و قمه به مولوی عبدالرشید حمله کردن و بدون اینکه بهش آسیبی برسونن متواری شدن. وگرنه سپاه خیلی راحت تر از این حرفا دست موتوریاش کلاشینکوف میده تا عملیات تروریستیشون شکست نخوره. باید ببینیم حالا مولوی عبدالحمید بعد از این اخطار سپاه چه واکنشی نشون میده. آیا بالاخره حاضر به سکوت میشه؟ آیا حاضر میشه چشمشو روی جنایت‌های حکومت ببنده یا خیر؟ باید منتظر واکنش مولوی عبدالحمید به این جنایت تازه سپاه باشیم. اما با ادامه پیدا کردن سرما توی شهرهای ایران، هر روز جمهوری اسلامی گاز عده بیشتری از مردم ایران رو قطع میکنه تا بتونه منابع گاز رو صادر کنه به سوریه و لبنان. جنایتی که با خشم شدید مردم ایران در داخل و خارج از کشور هم روبرو شده. هان چی شد علی خامنه ای؟ تو که می‌خواستی با گاز و گوزت اروپا رو تحریم کنی کاری می‌خوندی؟ الان گازت رو داری می‌فرستی سوریه و لبنان، مردمت خودشان رو گرم کنن؟ اوکی اشکال نره، خار مادرتو برده رو بیار تو گرم کنیم. تربت جام یکی از شهرهایی که برای چندمین روز متوالی گاز نداره و این وضعیت خونه های مردم توی این شهر. سر تلفبندان در تربت جام دیماه 1401 قطعی گاز و نبود امکانات گرمایشی و مجبور شدیم یک اتاقی که درست کنیم بریم داخلش تا سرما یخ نزنیم. نوازا مسئولین کشور خامنه ای هم که کاملا عاجز شده و داره نفسهای آخرش رو میکشه اعلام کرده که این کشور رو به امام زمان سپرده. مردم تربت جام هم با یادآوری همین جمله یه دعای جالب برای خامنه ای میکنن. همه جا پرده هست، با چه بدبختی داریم چی هست ما آباد بگذرنیم. تو شهر تربت جام که دیشب 4 ساعت تو صف بودیم تا تونستیم چی هست اینا را دولتی بگیریم، که گفتن رایگان به دروغ توی صدا و سیما، در حالی که هر کدوم 600 هزار تومان از ما پول گرفتن. نفت اصلا نیست، میخوای بری نفت بگیری باید 5 ساعت تو صف باشی توی هوا سرد. این از حکومت کلن کشور رها کردن، قول خودشون به امام زمان سپردن. انشالله که امام زمان کمر شما رو بشکنه. یه چیز مهم دیگه ای که وجود داره اینه که باید کم کم یاد گرفته باشیم که در راه مبارزه با جمهوری اسلامی از هر چالشی فرصت بسازیم. حالا که گازمون رو قطع میکنن تا بفرستن برای لبنان و سوریه، باید از هر طریقی که میتونیم نذاریم به این هدفشون برسن. من نمیفهمم چرا ایرانمون با این همه منابع خدادادی یا رایگان گازش به گوز تبدیل شده است. به من چه که قشر خاکستری تبدیل شده به قشر قهوه‌ای، چون نمیتونه زغال قلیونشو با گاز روشن بکنه. از هیچ چه ربطی داره من اینا بدونم که مناطقی که گازشون هنوز وصله به خاطر احساس همدردی با مناطقی که گازشون قطعه، باید به صورت 24 ساعته هرچی وسایلی گاز سوز دارند و تو خونه گاز رو 5 تا شعله روشن بذارن تا به آخوندا فشار بیاد برای رفیقاشون گاز نتونن صادر بکنن تو منطقه.
چرا ما باید به خاطر قبض گازمون یه جیره نجاری برداریم بذاریم رو کنتور گازمون، اون قسمتیش که شما رای قرمز زیرش هم یه مقوا بذاریم به خاطر که شیشش نشکنه و اساس اون جیره نجاری یه صفر بکنین تا موقع که صدای تق و تق شنیدین یعنی گازتون رایگان میشه، اون موقع است که ما میتونیم خونه به خونه گازمون رو صادر بکنیم تا تو ما تحت حکومت و اینطور اتحاد ملی و سراسریمون رو مثل همیشه به روخی جهانیان بکشیم. به من چه بابا، من که سیاسی نیستم. یکی از معترضین دختر ایرانی که توی بازداشت بارها بهش تجاوز شده و هر وقتی که صدای اذان پخش می‌شده اونو مجبور می‌کردن که جلوی مامورا خود ارضایی کنه، یه نامه برای مدیر بیمارستان روانپزشکی نوشت تا اون حرف منو که همیشه گفتم هیچ کس در طول تاریخ مثل خامنه ای نتونسته مردم جهان رو دینگوریز کنه ثابت کرده باشه. این دختر توی نامش نوشت: دکتر کشاورز سلام، این جانب دختر ایران بیمار بخش مهر به دلیل شکنجه حاصل از حضورم در تجمعات اخیر با شنیدن صدای اذان، خاطره برهنگیم در حضور سه مرد حرومزاده، خاطره تجاوز و اجبار در خود ارضایی در حضور سه مرد حروم لقمه و بعد غسل اجباری و ادای نماز جماعت به امامت شیخ کارشناس یا همون بازجو برایم تداعی می شود و تمام درمان و داروهایی که زحمت می کشند بر باد می رود. لذا از شما مدیریت بیمارستان روان پزشکی التماس می کنم هنگام اذان بلندگوهای بخش مهر را قطع نموده تا بنده مرخص شود و اگر به هر دلیلی امکان پذیر نمی باشد با رضایت خانواده بیمارستان را ترک نموده و شما را با عقاید مذهبیتان تنها می گذارم. واقعا نمی دونم چی بگم، زبونم از این همه بیشرفی بند میاد. حتی یزیدم با زن و دختر مخالفینش این کار رو نمیکرد. بگذاریم. همه مردم ایران توی بارش‌های اخیر دیدن که شهرداری تهران به ریاست زاکانی یکی از بی‌شرف‌ترین مسئولین جمهوری اسلامی چه افتضاحی به بار آورد. حالا خود زاکانی نشسته مصاحبه میکنه و میگه هیچ نقصی توی کار ما نبوده. ما غافلگیر نشدیم. خب خیلی ها میگن که از مردم میگن که انتظار داشتن که اون برف وقتی میاد زودتر شده یه فکر بزنه. ما وقتی که سه نوبت این سه تا موج ما برف اومد، بله، تو موج اول تنها جایی که ما دچار مشکل شدیم توی شهید صیاد شیرازی بود و امام علی علیه السلام، بله، که تصادف صورت گرفت. ما کارامون رو انجام دادیم، تصادف صورت گرفت، یک ساعتی قفل شد. توی موج دوم که در واقع باز برف و بارون و اینها اومد، اتمان ارتش دچار مشکل ما شدیم و هم منطقه شمالی تهران میشدی همه مه گرفت و تو نهرتش موج دوم. حتی این سوال برای دیروز آقای دکتر، من دارم دقیق به شما دارم میگم دیگه. من دیروز با 6 تا شهردارامون صحبت کردم و در واقع همزمان داشتم و تو سیستم کنترل مرکزی اون هم تیم مستقر شده بود. ما وقتی همچین اتفاق میفته 10,000 نفر کف خیابونه، 10,000 نفر تو 5 تا منطقه ما 3535 نفر تو خیابون داشتیم. ما هزاران در واقع تن امکان در واقع نمک و خدمت شما عرض کنم که شن می‌ریزیم. انقدر ریخته میشه که راهبرم اعلام کرد که ما شهرداری وظیفه‌ش خوب انجام داد.